از این بعد قبل ها اجرا میشه انشاءالله که خبر خوش است. خبر وی یک لک بود حالا به فعلا مو یک لک دلار بله حالا سیبس و زمین به قیمت 50,000 تا 60,000 رسیده تقریبا 40% پایین آمده بوده. یعنی زمین هایی که قباله شرعی داره و زمین هایی که قباله عرفی داره در قیمت شان چقدر فرق است؟ تقریبا فرق و زیاف است بخاطر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تمام شما بیننده عزیز. امید که همگیتان جور صحتمند باشین، بیننده یوتیوب کانال خودتان صدای کابل باشه. دوستان عزیز، امروز آمدیم به داخل شهر و قرار است گزارش برای شما تهیه کنیم در رابطه با موضوعی که دیروز امیرالمومنین شیخ هیبت الله خان تا یک فرمان رسمی اعلان کردند که از این به بعد میتونن وطندارای ما و باشندگان قباله ها را اجرا کنن. از این بعد قباله ها اجرا میشه انشاءالله که خبر خوش است. خبری است که انشاءالله در بالای جایدادهای وطنداران ما تاثیر می داشته باشه و همچنان در زیربنای اقتصادی کشور هم رول عمده و اساسی می داشته باشه. بیننده عزیز با ما همراه باشین، میریم از یکی از راهنماهایی که در داخل شهر هستند همراهشان مسئولین صحبت میکنیم که چی تاثیر می داشته باشه واقعا اجرای قباله ها بالای خرید فروش. با ما همراه باشین، انشاءالله جزئیات بیشتر را با شما شریک می سازیم. میندای عزیز، آمدیم داخل راهنمای معاملات با مسئولی صحبت میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب است سرتان؟ خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید. سلامت باشید. بخیر باشید. بفرمایید. بیننده عزیز با ما همراه باشین. اول خو جا داره تشکری کنیم از اینکه با ما فرصت گذاشتین. دوست عزیز، دیروز شیخ صاحب هیبت الله خان تایی یک فرمان اعلام کردند که از این به بعد قباله ها اجرا شود. میخواستیم در رابطه با این موضوع از شما بپرسیم که چی تأثیرات می داشته باشه واقعا بالای خرید فروش، بالای جایدادها. اتا خودم میشه معرفی هم کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسمم عبدالوکیل، یکی از مسئولین راهنمای شهر کابل. دیگه به فرمان جناب هیبت الله خانزاده که اجرای قباله را فرمان دانه که باید قباله اجرا شود، طبعا تاثیرات خود داره. فعلا دیگه نو هسته، دیگه داینده ببینیم که چی تاثیرات خود داره. خرید فروش تا فلحال بند بوده، بعض مشکلات ها بود که قباله بند بود، وکالت اجرا نمیشد. میشد بسیار به یک مشکلات خود داشته. قواله سرپرستی، وکالت سرپرستی و دوا و یا اجرا میشد. قواله قطعی، وکالت قطعی مجرا نمیشد. رسمی دیگه این فرمان با باد انشاءالله که قواله اجرا میشه، دیگه تاثیرات خود اتمن داره بالای قیمت ها و جای جایداد. دیگه همینطور گپ هست. در این دو ساله که با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان یعنی اجرای قواله ها بند بوده، چی مشکلات برای شما با بار آورد؟ آیا در کاروبارتون تاثیر داشته یا خیر؟ بله تقریبا 90% بالای کاروبار ما تاثیرات داشته. خرید فروش بند بود، کس علاقه من خرید فروش نه، چندین جایی را که ما فروخته بودیم متافس بشد. دوستا تقاضای پول کردن، کسی که خریده بود پول برایشان ندادن، چون یک آدم یک جای خود که میفروشه یک مجبوریت میفروشه. بله. دیگه چون مجبوریت از وا رفع نمیشد، بیدارم بیانیم که دادم معامله فسخ شد. دیگه انشاءالله از این بابات توکل به خدا کمی کارا پیش بره بخیر. امیدوار هستیم که کاروبار شما خوب شه و جایداد هم قیمت مناسب خود پیدا کنه. بله برادر عزیز، اگر شما بگین که
در قبل از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان جایدادها یک به سه به سوی که در منطقه شیرپور و منطقه شاهنو بود با چند خرید فروش می شد و در حاکمیت امارت اسلامی با چند خرید فروش می شد. آیا تاثیرات داشت آمدن امارت اسلامی یا خیر؟ بله بله تاثیرات خدا داشته. سابق سه به سوی زمین در شاهنو و شیرپور وزیر اکبر خان به سوی یک لک بود، حالا به فعلا نمو سه به سوی یک لک دلار. بله حالا سه به سوی زمین به قیمت 50,000 تا 60,000 رسیده، تقریبا 40% پایین آمده بوده. بله دیگه از این بابات ببینیم که در بازار خریدار اگر امکانات باشه و پول و پیسه کاروبار مردم خوب باشه، کاروبار ساختمان شروع شوه، بله شاید قیمت بالا بره. فعلا یک بس و زمین سفید البته بله. با چند خرید فروش میشه؟ چون زمین های خورد کس قیمت هست اک سه بسوا و چار بسوا، از سه بسوا که با بالا میشه در بسوا میشه تا میخوان های 50,000 40,000 45,000 تا 60,000 نظر به موقعیت و مساحت زمین هست. بله پیدا میشه در میشرایت فیلی تا 40 تا 50,000 زمین از فی بسوا. بله عزیز در این آخر الحمدلله ما میبینیم که از طرف مسئولین امارت اسلامی افغانستان واقعا دستاوردهای خیلی بزرگه رو نما میشه و صادر میکنن. از او جمله ما میبینیم که قباله ها اجرا میشه از این بابت انشاءالله. ما روز قبل هم گزارش داشتیم در رابطه با پایین آمدن بی پیشینی دلار در برابر پول افغانی که خودش یک دستاورد است. اگر برادر عزیز بگویم که پایین آمدن دلار آیا بالای جایدادها تاثیر داره یا خیر؟ بله بله تاثیر داره. چقدر که دلار پایین بیه خوب است، اما نرخ بازار مواد تزاقی فعلا در جایگاه خود قرار داره، نه خیر نه آمده، چون دلار در 9100 تا 8800 بود، فعلا که در 7700 1000 تفاوت کرده، نوزم قیمت ها با جای خود است، مواد خوراکی چرزان نشده. بالای ساختمان ها ساختمان و همچنان کرایه و این مسائل آیا تاثیرات میداشت؟ تاثیرات داره آه. ساختمان حالا مردم زیادتر کاروبار که شروع شد و مردم کار میکنه هم مزره که به دست میاره حتما تاثیرات خدا داره. برادر عزیز این فرمانی که صادر شده در این آخر بالاخره تاثیرات آیا داشته خود باشه به نظر شما بالای شروع شدن کارها و کارهای ساختمانی؟ ما میبینیم که در این اواخر و خاصتا در این دو سال اخیر کارهای ساختمانی بلمون بند بوده. اون قسمت نه؟ بله بله. آیا تاثیرات می داشته باشه یا خیر؟ بله تاثیرات خود داره، خود تاثیرات چندان نداره، شاید یک 30% 40% تاثیر کنه، چون نو قواله اعلام شده تا که مو سیستم معیار میشه و دوستایی که آموزش دیدن به مجرای قواله جمهوریت تا شاید فرق کنه. بنابرای از او گپ مشکلات خود داره. سابق بود قواله چیز بود، حال از ارازی جرا میشه، ارازی یک کم نابلدی دارم، دوستای مسلکی که در چند وقت آموزش دیدن انشاءالله که با حسنش جرا کنن دیگه خوب میشه. کم مشکلات خود داشت، نمیفهمیدن گای قواله سرگردون گای سر محاکمه اجرا میکرد، محاکمه میگفت نه، ارازی میگفت ما اجرا میکنیم، محاکمه میگفت ما اجرا میکنیم. بنابرای از او گپ یک کم سرگردانی بود، انشاءالله که امو سرگردانی ها ختم شده باشه، هرچی سهولت به ملت و مردم ما شو خوب تر است. واقعا ما در این چند روزی که سرشار تهیه میکنم میبینیم که تغییرات مثبت به شکل بسیار سریع. امیدوار هستیم که افغانستان روز برسه که با کشورهای همسایه و کشورهایی که در هم جوارش هسته بتانه رقابت کنه از دید ساختمان، از دید پیشرفت های اقتصادی و زیربناهای اقتصادی. برادر عزیز در رابطه با کرایه بگوین، آیا ساختمان هایی که در اینجا هسته بالاخره شما کرایه زیاد میتین فعلا، گروی زیاد است یا بفروش؟ فعلا خب گروی بند است، نیست گروی، اکثر کسا گروان نمیگرن نمیتنم. دلیلش چی هسته؟ دلیلش این است که اینجا گرویش بسیار بلند است. خب اینجا به حساب کراس هم اوهایی در کرام میکنه، مثلا یک ساختمانی که دو منزل باشه و سه بسوه جایش باشه یا اما عراضیش باشه با چند گروی بود؟ فعلا چند است؟ سابقا مدود جاید 8,000 یک لگ بوده، حالا فعلا نمی 30,000 40,000 گرویش پیدا میشه. خب چون اینجا سایه دیپلومات نشین است، سایت تجارتی است، ضرورت نمی دوستایی که هستن به گراو ندارن میخوان که کرا بتن اگاهید خوبتر بدست بیارن.
تشکر میکنیم برادر که به ما فرصت گذاشتی. دوستای عزیز، اینجا یکی از مشتریان داخل شدن، امروی دوست ما صحبت میکنیم که سلام، خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ بفرمایید برادر. اما کلولا چیکار؟ تشکر دارم باش. یک آپارتمان فروشی کار داشتم. داریم لالا، این موقعیتش دمی چی است؟ شهرنو پیش لیسه زرغونه. ها بسیار. شما تا چو تعداد اتاقش باشه، چند باشه که ما برتان معلومات بدیم؟ تقریبا یک سه اتاق باشه. اون دارین پیش لیسه زرغونه، منزل پنج است. تقریبا سه دانه تشناب داره، یک آشپزخانه داره، چهار اتاق داره، سیستم لفت، مرکز گرمی، پارکینگ موتر. دیگه قیمت فروش زوره به حساب می 70,000 گفته، یک چیز جرامه داره که در خانه 40 لک افغانی، 45 لک افغانی قامشه. اگه باز ضرورت بود میشه که بریم ببینیم، برتان میشه نشان بده. بخیر باشه. بیندای عزیز، قسمی که شما در جریان بوده، برادر ما میخواین یک آپارتمان بخرن، آمدن به راهنمای معاملات. اول از اینکه با ما فرصت گذاشت بسیار زیاد تشکر میشه، تو خود معرفی کنیم. تشکر زنده باشی. اسم حیات الله است، باشنده شهر کابل هستم. دیگه میخواستم یک آپارتمان سه اتاقه به فروش بگیرم به فامیل. میخواستی بخری به خاطر فامیل؟ بله. قبلا در کدام ساحل زندگی میکنی شما؟ قبلا در تایوانی. چرا این ساحل انتخاب میکنی؟ با کدام دلیل آمدین مثلا در این ساحل؟ میخواین یک آپارتمان جدید بخرین؟ او خانه سابقتان های خانه کرایی بوده یا خانه خودتان بوده؟ خانه کرایی بوده، میخواستم مال یک چیز بخرم، یک آپارتمان زندگی کنم. او سایه آب شور است، سایه تایمنی آب شور است، میخواستم نمشارنم یک دو آپارتمان زندگی کنم. خانه سابقتان گفتین آب شور است، چند کرا میگرفتین؟ شما اونجا چند کرا میدادین به طرف مقابل، به صاحب خانه؟ او وام که بود، بلاک بود، در میخانه های حدود 12-13 هزار بود. 13 هزار. باز آیا همه اوائلی که خودتان داشتین میتونستین پوره کنین؟ مشکل بود دیگه، به مشکل پوره میکنیم. یعنی فعلا که آمدین شما میخواین در سایه شارنو خانه بخرین، ای هزینه زیره شما امرتون کسی کمک کرده؟ کدام برادرتان در خارج است یا کسی دیگه از دوستا از خارج کمک کرده که شما میخواین خانه بخرین، یا خودتان پیسه از امو اواید روزمره تان جمع کردین؟ دیگه طبعا امیدی برادر دوست خیش قوم در خارج است که ما کمک کردن، اونا فهمیدی ما در این آخر میخرین. برادر عزیز، قیمت دلارم پایین آمده. بله. امروز نزدیک به 75-50 پول تبادله میشد در بازار. به نظر من یکی از دلایلی که خودتان آمدین به خاطر خریدن خانه امی پایین آمدن دلار است. چی تاثیرات داره بالای خرید فروش املاک در بالا؟ تاثیرات زیاد داره. خب امی خرید فروش که در حساب افغانی شه خوبتر است. خرید فروش به افغانی بله خوبتر است. بله. یعنی وقتی که دلار قیمتش پایین شده، بالای خرید فروش هم دیگه تاثیرات می داشته باشه. اما تر از برادر عزیز؟ بله بله بله، تاثیرات داره. اگر آدم واسش نمی رسی دال، میتونه که چون امکانات اگر داشته باشه میتونه اگر جای اندازی واسطوان خود بخره یا گرو بگیره یا کرا بگیره. بسیار زیاد تشکر از اردویتون که با ما فرصت گذاشتین. امیدوار هستم که شما بین خود جرامت کنین و با قیمت مناسب این خانه را شما خریداری کنین. موفق باشین. بیندای عزیز، با ما همراه باشین. میریم انشاءالله با دوستای دیگه هم انشاءالله صحبت می داشته باشیم، با کسای دیگه که مشتری می باشن و همچنان بعضی از وطنداران دیگه ما و وکیل کوچه و این مسائل انشاءالله صحبت میکنیم که چی تاثیرات می داشته باشه اجرای قباله در خرید فروش.
بیننده های عزیز، آمدیم به اتحادیه عمومی رهنمای معاملات در ناحیه دهم که الحاج سید یوسف قدیس رئیس تمام اتحادیه ای ساحه هستند. با ایشان صحبت می داشته باشیم در رابطه با ای که دیروز فرمان صادر شد که گویا از این به بعد قباله ها اجرا میشه. با جناب قدیس صاحب صحبت می داشته باشیم که چی تأثیرات می داشته باشه بالای خرید و فروش و بالای جایداد. سلام آجی صاحب، بسیار زیاد تشکر با ای که با ما فرصت گذاشتید. سلام، عرض ادب خدمت شما و بسیار زیاد خوش آمدید. سلامت باشی قدیس صاحب. اگر در رابطه با فرمان اخیر بگوییم که این فرمان دیروز صادر شد، چی تأثیرات می داشته باشه بالای خرید و فروش جایدادها؟ بسیار خوب، ما دیروز از طریق میدیا و از طریق که قبلا ما از طریق اتحادیه عمومی رهنمای معاملات شهر کابل، ریاست قبالاجات، ریاست اداره اراضی که مربوط وزارت زراعت شده بود، ما هم نمیجا مراجعه کردیم که امیر رهنمای ما فعلا خرید و فروش معطل است، در رکود مواجه هستند. باز اونا هم اما عرایز ما را از طریق اتحادیه لبیک گفتن و امیر پیشکش کردن به استر محکمه و بعدا به مراجع بالاتر، و دیروز ما هم از طریق میدیا و هم از طریق ریاست قبالاجات برای ریاست عمومی اتحادیه رهنمای معاملات شهر کابل که در سایه نایی هفتم قرار دارد و خود نماینده و یا رئیس رهنمای نایی دهم هستم، و دسترس ما قرار گرفت و او را ما اخبار کردیم، در گروه فرستادیم و ما را در آگاهی قرار داشتیم. جناب رئیس، جایدادها از این به بعد که قباله ها اجرا میشن، آیا قیمت هایشان بلند میره یا خیر یا تاثیر داره نداره؟ موضوع قباله چیز رکن اساسی برای خرید و فروش خانه است، سند معتبر است، قبول شده است. از وقت سقوط جمهوریت و آمدن امارت تا به امروز به حساب معطل بود. این را تایی فرمانی که از طریق سر محکمه منتشر گردید و مردم آگاهی قرار داد، به خصوص صنف رهنما را که صنف خرید و فروش یا بزنس تجارت همی جایداد ها هستند در سطح افغانستان و یا در سطح شهر کابل، ما مفرمان به فال نگرفتیم. هفته آینده که پیش روی داریم ببینیم که به محاکم چی هدایت میده و به اداره اراضی چی هدایت میده که به کدام شکل اقرار میکنن قباله را. ما قبلا که قباله را طی مراحل میکردیم مثلا قیمت گذاری میکردن، هیئت ها میامدن از اداره اراضی و یک پسر مستوفیت یک پسر شاروالی رو تحویل میکردیم، برای اقرار معطل قرار میگرفت. حالا معلوم نیست که بین وزارت زراعت و استر محکمه چی پروتکل شده که آیا در محکم اقرار قباله رو میگیره یا ایست که یک تعداد قاضی ها میاین در اداره اراضی همین قباله هایی که طی مراحل شده ای را اجرا میکنن و قبول. تشکر رئیس. اگر از مشکلات همین دو سال بر ما بگوییم که زمانی که قباله اجرا نشه بدون شک خرید و فروش هم شاید بسیار به بنبست روبرو شوه، اگر از این مشکلات بگوی آیا کدام وقت با وقوع پیوسته که شما کدام معامله را انجام داده باشین و طرف مقابل قباله خواسته باشه و شما چون اجرا کرده نتونین معامله فسخ شده باشه، قسم میخور شده؟ بله، این قسم معامله را ما انجام دادیم. بعض دوستای ما افغانای ما که در خارج هستن نامه را میخوای جایداد خود به فروش برسانن. بله، و آمدن اینجا ما همون جایدادشان را به حساب ستیشن رو شک کردیم، یک دور پیشکی یا بیانه ما افغانا میگیم که بین ما مروج است، بیره برشان تسلیم کردیم، ولی قواله تا یک ده بیس فیصد تای مرحل شده ولی به اقرار مانده. اما افغان ما بیچاره که از خارج آمده، از هر کشوری که آمده بیچاره، اینجا مثلا اونجا خب موضوع وظایفشان، موضوع کاربارشان، زندگیشان از اینجا آمده به بنبست مواجه شده. بنان دیگه چشیم تفاهم کردیم، معامله را چه کردیم؟ بایکات کردم، معامله را فسخ کردیم. این تو شده بله آمون. این فرمان اخیر در کاربارتان هم تاثیر داره یا خیر است؟ ما دیگه به فال نیک میگیریم. بله، تابال نرخامت ثابت نیست، خرد و فروش شروع نشده. یک نوبت همین هفته پیش روی که داریم فرمان که به ارتباط اجرای قبالاجات شروع میشه که چی تاثیر در خرید و فروش و نرخ و نوای ما به میانجامه،
افغان ها بازی در میدیا و گپا و سطح جهان که افغان های ما و شما در خارج هستن اونا در آگاهی قرار میگیرن میانم اون جایداد های خلانه که اصلا یا میخرن و یا مفروشن یا وکیل میگیرن و یک مشکلات هم ما از همین درک وکالت خطای داخلی و یا خارجی داریم. امید است که ما دفتای پیش روی که داریم ما هم از طریق اتحادی هم میخواییم با همکاری وزارت عدلیه دستر محکمه مراجعه کنیم که امیرم یک مثل که فرمان در قسمت اجرای قبالجات برای ما نافذ کردن در قسمت گرفتن وکالت هم برای ما سهولت ها را برای مردم خود بسیار تشکر آجی سر. میشه برادر عزیز شما در اینجا بین بیندای عزیز با ما همراه باشین. یکی از مشتریای آمدن در داخل راهنمای معاملات با جناب رئیس صاحب صحبت می‌داشته باشه که ببینیم که آیا بکرا میگیره میفروشن یا میخرن. با ایشان ان شاء الله صحبت می‌داشته باشه. شما بفرمایید برادر. خوب هستید؟ شما خوب هستید؟ خواهش است. آقای صاحب محترم یک زمین فروشی داشتیم در امسای قلعه فلان. یک 300 متر مربع هست، قواله شرعی هست. امون را میخواستم بفروشم. بله. چی آبادی داره؟ یک نوساخت، یک دو منزل آبادی هست، نوساخت هست، همون 300 متر مربع است. بله، اتاق هم داره. مسناد شطور شرعیت با اسم خودتانه، با اسم پدرتانه، با اسم با اسم والده صاحب است که قول شرعی است. والده عیاد داره؟ بله، آشکر. خب خیر، اما به ارتباط کمی توضیح میتونم که خوب وقت شما تشریف آوردین که دیروز یک فرمان به ارتباط اجرای قبالجات هم از طریق سر محکمه شروع شده و ایدر اولین کس هسته شما اولین کس ما همینجوشی دیروز فرمان به ارتباط اجرای قبالجات شروع شده، ما همون رو به فال نگ میگیریم و همچنان شما و شما اولین کسی هستین که بعد از این فرمان اجرای قبالجات تشریف آوردین و خانه شما را ثبت میکنیم و قیمت هم شما میتونیم بر ما مطرح بکنین و هم ما ببینیم که تقاضای مردم تا کدام اندازه هست. که حاجی صاحب این بسوی چند است؟ موسا چند فروش میشه و قواله از چه قسمی است؟ قواله خود که فرمانش نافذ شده دیگه هفته های آینده همین هفته که پیش می داره معلوم میشه که در محاکم اقرار میگیرن یا در ریاست عمومی اراضی اقرار میگیرن. دیگه انشاءالله که دوستای ما به می کس خانه ضرورت دارن و امروز اونام تماس میگیرم باز شما را میخواییم میرن از نزدیک خانه را میبینن اسنادش را باز من چک میکنم و باز میشینیم بخیر به حساب قیمتایشم دیگه باز من قیمت برات میگیم که در این حدود شاید ما شما یک جرامد بکنیم و بسیار خوبه. حساب قوالهشم باز شد دیگه اینا شما که گفتین انشاءالله دیگه قوالت تیر بر میشه بخیر به حساب بله که فرمانه که دادن دیگه پیشوری اجرای قواله بخیر به شکل رسمی بخیر شروع میشه یعنی شما اولین باشه قوالت تیر میشه مثلا به نام از نفره که میخره صاحب زمین قواله برش تیر بله میشه بله چون شما به نام والدیت است والدیت حیات است زنده است خودش مراجعه میکنه و خودش شست میمانه هیچ مشکل نداره. آقای صاحب دو سا قیمت ها به چند خال باشه؟ قیمت ها دیگه از اینا تخریبی نیست، زمین های تخریبی یک نرخ داره و از اینا دو منزل دو منزل یک تا که دو منزل کانکریت از دیگه چند اتاق داره منزل اول چند اتاق منزل دوم داره؟ منزل اول که هست که چهار اتاق داره منزل بالایش هم همینطور که مثلا چهار اتاق منزل اول داره دو یک آشپزخانه داره یک حمام داره منزل هم بالاش هم به این ترتیب حدودا چند اتاق میشه کلش؟ هشت اتاق میشه گراج موتر چقدر؟ یک دو دانه موتر جای میشه ماند. یک فضای سبز هم خود دارد می و همی تاکوش فول است یا ایست پایه دارد چه رقم است؟ پایه است اما من خود متاکو پایه سمپله که مثلا به آباتی اما تو دقیق برای ما چشم مساحت چه بگم من نرخ تخمینی برای مساحتش هم 300 متر مربع بگیریم 300 متر مربع چون 300 پروژه نمره داره اینجا چون نمره دولتی وجود نداره در حدود نمی دو لک یک لک 80 هزار یک لک 70 هزار یک لک 90 هزار بازمی
مجلس شیش باز آدم میتونه که نرخ تغییر کنه تصویر کنه. تشکر برادر عزیز. بربیندای ما میشه کوتاه خودم معرفی کنین؟ اسم خودم محمد رضا است، یکی از باشنده قلعه فتلام میباشم. همه آجی صاحب میجه در دفتر رهنمایی داره و رئیس رهنمای عمومی اتحادیه رهنماست. آمده میجه میخواستیم زمین یک داشتیم، همین رو میخواستیم به فروش برسانیم. کدام عوامل باعث شد که خودت زمین دانه به فروش برسانی؟ اگه دلیل فروش شد بگوین که شما چرا مفروشید؟ عوامل فروشش آدم اول خود یک چیز نمیفروشه که فروختک طبعا به پول نیاز داره. بله. قیمت ها نظر به سابق، بله، نظر به یک یا دو سال قبل، به نظر شما بلند رفته یا پایین آمده؟ حالا دیگه قیمت ها شد دیگه رهنما خود من ندارم، حاجی صاحب محترم هست، نرخ آگاه هست، خودشان میفهمند که نرخ پایین شیشته بالا شده، از شما میتونه پرسان کنید. حاجی صاحب در رابطه به قیمت ها، دقیقا قیمت ها پایین آمده یا بالا؟ نرخ بعد از سقوط جمهوریت که امارت شروع شد نرخ های ذره افت کرد، در حدود 30% 40% یکم نکره. دلیلش به نظر شما چی خواهد بود؟ دلیلش ایست که فروشنده زیاد داریم، یعنی بایی زیاد است و مشتری ما کم داریم. یعنی پول نیست، پول در دسترس خدا ندارن، امکانات خرید کم است، تقاضا کم است. برادر عزیز، ساختمان را که شما به فروش میرسانین تمام سهولت ها رو میگفتین که داره، بالاخره به نظر شما تا چند فروش خواهد برسانین؟ این هدف شما تارگیت تان چند است که همین ساختمان با تمام تسهیلاتی که داره به فروش برسانه؟ تارگیت که هست یک نظر به ساحه میشه، مربوط به منطقه میشه که نرخ منطقه در همسایگی هایتان های کدام ساختمان به فروش رسیده به چند به فروش رسیده؟ خواهی میره بر شما میگم. نظر به موقعیت است، موقعیت دیده که مثلا نرخای زمین چارد و بغل چند است، بعد از او او رو سر از او تعیین میکنه، بعد از او نرخ گذاری میشه و تا والا هنوز دیگه تو تصمیم نگرفتیم که چقدر باید باشه و نرخشم خبر ندارم که در او ساحه نرخ زمین چقدر است. از اون خاطر دفتر راهنمای معلومات آمدیم بر در میان ماندم امی حساب زمین موضوع را که به خاطر ببینیم چی است، چی قسمی است، چی حساب است. بسیار زیاد تشکر از جناب رئیس صاحب و همچنان شما برادر عزیز که با ما فرصت گذاشته. بیندای عزیز، میریم یکی از ساختمانهایی را که حاجی صاحب بر ما نشان میتن از او هم دیدن میکنیم که چند اتاق هستن، به کدام سهولت ها را داره، به چند قیمتش هستن. انشاءالله از حاجی صاحب معلومات مکمل هم میگیریم، چون حاجی صاحب زیاد به زحمت نمیسیم. ما خود ما میریم ساختمان بر ما نشان میتن، ما خود ما میریم با شما تصویری از ساختمان به نمایش میگذاریم و قیمتش هم انشاءالله از حاجی صاحب معلوماتش میگیریم که با چند است کرایش. انشاءالله معلومات با شما شریک میسیم، با ما همراه باشیم. بسیار زیاد تشکر از شما. عزیز، آمدیم به یکی از راهنمایان دیگر در داخل شهر، با برادر ما صحبت میکنیم که فرمان اخیر چی تاثیرات میداشت شما واقعا بالای خرید فروش. سلام برادر، تشکر از اینکه با ما فرصت گذاشتید میشه کوتاه خود معرفی کنید. نام احمد احمدی برادر، یک از راهنمای شهر. برتباط می قواله شما پرسان میکنه، برتباط ما در خدمتتون هستیم، مرد سوال که در خدمت هستیم. تشکر برادر عزیز. نظر به فرمانی که دیروز صادر شد از طرف امیرالمومنین با بالای وزارت عدلیه که از این به بعد شما میتونین قباله ها را اجرا کنید، چون در این دو سال اخیر قباله ها بند بوده و مردم به مشکلات زیاد روبرو بوده، میشه شما بگوین که در این دو سال مشکلات هایی که شما واقعا در راهنما باهاش روبرو میشدین
باز اوقات شده که شما یک معامله را انجام داده باشین و طرف مقابل خواستار قباله شده باشه و شما قباله را اجرا کرده نتونسته باشین، معامله فسخ شده باشه، قسم یک کار شده یا نه؟ بله، معامله را ما به تعویق انداختیم. ما منتظر امیرالمومنین بودیم که فرمان صادر کنه. ما فقط گفت برشان میگفتیم که برادر تا امیرالمومنین صاحب اونا فرمان صادر کنه بعد از او ما میتونه قباله تون اجرا کنه. فعلا ما قباله شرعی را چیز را نکنیم، ما منتظر که بودیم که از بالاجه بر ما امر شود از زیبا تاگه فرمان صادر شد که قباله اجرا در خدمت هست، ان شاء الله اجرا میکنیم در خدمت همشهریان گرامی خواست. قسم کار دمی دو سال اتفاق افتاده که شما کدام معامله تون فسخ شده باشه به خاطر از اینکه خواستار قباله شد، شما قباله را اجرا کردن نمیتونستین، معامله فسخ شده باشه. معامله خو ما از طریق خود گفتیم به تعویق انداختیم کارشان، گفتیم بیادر غیر کرای گروی اگر میشد و برشان گفتیم که خیر منتظر باشین، هر وقت از بالاجه وزارت عدلیه به بالای ما حمل شد ما در خدمت هستیم. از این بعد اگر ابریل موسی به امرداد از وزارت عدلیه ما در خدمت هستیم، ان شاء الله قباله قابل اجراست. اگر بسیاری از خانه ها و زمین ها و املاک در افغانستان متاسفانه قباله های شرعی نداره، چی مشکلات میتونه به بار بیاره خرید فروش چنین خانه هایی که مثلا به اساس امو خرید اسناد هایی که مثلا یک شخص بالای شخص دیگه مفروشه امضا میکنن به شکل عرفی؟ آیا این مشکل به وجود میاره وقت خرید فروش شما میکنید از شما خواستار قباله میشه؟ در چقدر وقت وقت گیر میشه تا شما میتونید قباله شرعی برش بگیرید؟ خب درست که کنده اگر شرعی باشه ما میتونیم به اساس کنده شرعی برشان اجرا کنیم و از طریق وزارت عدلیه. ما فقط یک پل ارتباطی هستیم که فقط اونا را مشری میه برشان، کل کارشان نایه وزارت عدلیه میشه، از ما خلاص میشه به اونا راجع میشه. و آمدیم در حساب قوالیش عرفی. عرفی وکیل کوچه تصدیق میکنه، چهار تا ملای مجد کسایی که اینجا هست اونا تصدیق میکنه که زمین است از پدر برش هست و اونا مقابل اجرا از ما. و غیر از او اگر گفته نیست باسه معامله را فسخ میکنیم، یا کرایی باشه یا گرایی باشه فسخ میکنیم یا فروشی باشه. یعنی زمین هایی که قباله شرعی داره و زمین هایی که قباله عرفی داره در قیمتشان چقدر فرق است؟ تقریبا فرق و زیاد است. به خاطر قباله عرفی که است، قباله عرفی یک چیز است که بسا بنیادیشان هست یا تو درست قابل نیست که مثلا بسیار مردم اعتبار کنه به قباله عرفی، این دست به دست فروخته میشه. شرعی که است، شرعی به خاطر از اینکه اونا یک چیز هست که مثلا در کنده داره، مثلا در نایه، در املاک، در شاربوله، در جایی که دولتی است با اون قابل اجرا، او مثلا او یک چیزی هست که او دیگه بنیادی شو جسته. عرفی هم هست، حالا بعض خانه ما شما عرفی فروخته میشه، عرفی فروخته میشه، مردم خوب دقت کنه که از کی هست و چه رقم، که خدا نخواسته صاحبش خارج نباشه و خدا نخواسته صاحبش جلی نباشه. یعنی میره از مردم از شهروندان قابل خود تقاضا میکنن دنای برن پرسان کنن، وکیل گذار چهار تا ولای مجلس یونا پرسان بعد از معامله کنن. در مساحه دارلمان که شما دفترتان است، یک سیب سو زمین با چند پیدا میشه؟ اونجا زمین مختلف است، زمین ها مختلف است، به سی اشلک دلک مختلف است. در سایه دالامان جا البته جای دورتر نزدیک های سرک قیمت تر است. زمینی که اسناد رسمی داشته باشه، بالاخره یک خانه که دو منزل باشه و با تمام تسهیلاتش باشه، با چند فروختن خرید؟ یعنی منظور تان از بلاک است یا اولیست؟ نه، حولی دار باشه، سیب سوی و بالاخره دو منزله. دو منزله است. دمی خانه ایم فرض کنیم به حساب افغانی، ما شما چون به افغانی وطن ما شما معاملش باید به افغانی باشه. بله. اما 45 لک 40 لک 30 لک نظر به جور اومد، باز ما دو نفر میشانیم خریدار و فروشنده را، بهتر میگیم شما جور بین، مثلا بای میکنه تمام دو لک 30 لک اینا جور مین. وقتی که جور اومدن باز یک دعا و گپا میکنیم برشون جور مین، بالاخره ستانش میکنیم و مولای مجد یک بار دکان بگویم وکیل اینا تاپا میکنن، باز ما دیگه ستی خود نشه. عزیز، قسمی که در داخل راهنمای معاملات گفتیم، راهنمای معاملات بر ما یک ساختمان معرفی کرد که شما میرین میتونین از اینجا گزارش داشته باشین.
ما آمدیم داخل یکی از ساختمان ها در ساحه شیرپور کابل. قسمی که شما در تصویر میبینین این ساختمان ماها است، البته که کسی در اینجا زندگی نمیکنه. 5 اتاق داره با تمام تسهیلات زندگی، تشناب مجهز و میترتیب، حال های بسیار کلان، اتاق های کلان، الماری های مجهز و همچنان آشپزخانه منظم. متاسفانه تقریبا صاحبش گفت که اضافه تر از یک سال میشه که در اینجا کس زندگی نمیکنه. شاید بنابر امو بلند بودن قیمت های ساحه و همچنان عدم اجرای قباله، این ساختمان تا حال به فروش نرسیده. ما امرای صاحب خانه که صحبت کردیم بسیار زیاد خوشحالم بود که قباله ها اجرا میشه. از اجرا شدن قباله ها بسیار زیاد خرسند بود، گفت که انشالله خانه بسیار به قیمت هم افتاده بود. در تقریبا 2 ماه پیش بر ما وارنه میکرد که مثلا دو قیمت من فروختم، حالا با اجرای قباله میتونیم به قیمت مناسب اینجا رو به فروش برسانیم. صاحب خانه هم گفت که ما در مقابل رسانه ها صحبت کردن نمیتونم، فقط ساختمان رو بر ما باز کرد. ما شما قسمی که در تصویر میبینید، قسمی که شما در جریان گزارش با ما بودین، مردم از فرمان اخیر که بابت اجرای قبالجات بود بسیار خرسند بودن و گفتن که جای داده های ما و زمین های ما قیمت های بلند از این بابت انشاءالله به فروش میرسه. و در ضمن بسیار زیاد خوشحال هستن از این دستاوردهای اخیر حکومت و امارات اسلامی افغانستان، خاصتا پایان آمدن دلار که امروز در بازار کابل به 75.50 پول تبادله می شد که یک دستاورد بسیار بزرگ است به خاطر زیربنای اقتصاد افغانستان. دوستان عزیز، آیست آیست ناگذاریم با شما خداحافظی کنیم. در اخیر گزارش رسیدیم، تا گزارش دیگی که بنده غلام صادق فقیری با جمع از همکاران ما در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به خداوند لایزال امانت میگذاریم. منتظر حمایت های همه جانبیتان هستیم. میتونین از طریق کومنت بر ما نظریاتتان برسانید و در ضمن زمانی که برنامه های ما را میبینین مورد علاقه تان میشه، میتونین با دوستانتان شیر کنین و چینل ما را هم سابسکرایب کنین. تا برنامه های بعدی، خداحافظتان.